یه سریال جدید از یکی از بهترین کارگردان‌های زنده دنیا به نظر من، پارک چان ووک. سلام، چطورین؟ احسان منصوری هستم و توی این برنامه میخوام بریم سراغ یه سریالی که از نتفلیکس داره پخش میشه. یک اپیزودش اومده بیرون، میخوام بهتون معرفیش بکنم و توصیه کنم به تماشاش. یه اطلاعاتی میخوام بهتون بدم که مورد نیازتونه. به نظر من سریال رو پارک چان ووک ساخته. شاید بعضیتون بدونید یکی از بهترین فیلم‌های عمر من رو پارک چان ووک ساخته، اولد بوی، و یکی دیگه از بهترین فیلم‌های کتاب حال دیدم رو، خدمتکار. With my own hands? No, I never killed anyone. یه مینی سریال دارک کمدی درام تاریخیه به اسم The Sympathizer. برگردانی مثل دلسوز یا همدرد میشه براش داشت. کمک میکنید که به یه برگردان خوب برسیم. درباره جنگ ویتنام. بر اساس رمانی به همین نام که برنده جایزه پولیتزر هم بوده. با بازی کی؟ رابرت دانی جونیور، که خودش یکی از تهیه کننده هم هست بعد از اسکار، فکر کن توی سریالی از پارک چان ووک. موضوع اینه که ارزش تماشا داره یا نه. همین اول بهتون بگم که حتما داره. پارک چان ووک ساخته ازش و اپیزود اول هم قدره. ولی مهمه که یه سری اطلاعات در مورد اون دوره تاریخی، این جنگ، داشته باشیم تا حظ بیشتر ببریم و بیشتر بفهمیمش دائما داره چه اتفاقاتی میفته. اگه اطلاعاتی پیرامون اون روزها و ماجراش نداشته باشین، تماشاش فقط لحظه به لحظه براتون علامت سوال ایجاد میکنه و با وجود اینکه از نظر بصری روایت پارک چان ووک جذابه، ولی به نظرم کافی نیست. پس من توی این ویدیو میخوام یه سری اطلاعات مفید و خیلی خلاصه و خودمونی بهتون بدم درباره آن دوران، در مورد جنگ ویتنام. اصلا وقتی ما اسم ویتنام رو میشنویم، در اکثر مواقع اولین چیزی که به ذهنمون میرسه جنگ ویتنامه که امریکا بانیش بود و حدود 1.5 میلیون ویتنامی به واسطه اون کشته شدن. ولی چرا این جنگ اتفاق افتاد و تهش چی شد؟ اصلا وقتی میگیم ویتنام، دقیقا داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ بذار سادهش کنم براتون. اگه این ایران ما باشه، شرقی تر و اندکی جنوبی تر در روی نقشه میشه ویتنام، میشه آسیای جنوب شرقی. کشورها هم خیلی قدمت داره. از دوران پارین سنگی آدمیزاد توش زندگی میکرده. تا سال 939 ویتنام تحت سلطه و بخشی از امپراتوری چین بوده. 939 مستقل میشه برای اولین بار. ولی 1878 فرانسه میگیرتش، مال خود میکنه. دست فرانسه است. ویتنام تا 1945 که به رهبری فردی به اسم هوشیمین دوباره مستقل میشه. یه کمونیست بوده، کشورم کمونیستی میشه. بعد از جنگ جهانی دوم دوباره فرانسه ویرش میگیره که نه، این مال منه، من میخوامش، دوباره باید مال من بشه. میاد تلاش میکنه و میجنگه و اینها، نمیتونه بگیرتش تا 1954 1955 که امریکا هم ورود میکنه، چون دلش نمیخواد که کمونیست به رهبری شوروی که رقیب اصلیش هست در جنگ سرد در دنیا، گسترش پیدا بکنه. بنابراین 1955 رسماً جنگ ویتنام، همون جنگ معروف، آغاز میشه. توی همین هولوش 1954-1955 یه اتفاق مهمی میفته. ویتنام تبدیل میشه به دو بخش، به دو قسمت تقسیم میشه. ویتنام شمالی که دست کمونیست هاست با حمایت شوروی و چین، و ویتنام جنوبی که تحت حمایت غربی هاست، بریتانیا، امریکا، فرانسه. پایتختش میشه چی؟ سایگون، که لوکیشن سریال ما هم هست. یعنی سریال داره در اون شهر انگار روایت میشه. سرانجام جنگ چی میشه؟ قبلش این نکته رو به نظرم خوبه بدونیم که 1964 امریکا، که رئیس جمهورش جانسون بوده اون موقع، بهانه‌ای پیدا میکنه که بمباران کنه ویتنام شمالی رو. چی بوده اون بهانه؟ گفته میشه که سربازان ویتنام شمالی حمله مسلحانه میکنن به یک کشتی از ناوگان دریایی امریکا. بمباران ویتنام شمالی توسط امریکا شروع میشه. جنگ از 1955 تا 1975
ادامه پیدا میکنه و 1975 چی میشه؟ امریکا میبازه، کمونیست ها پیروز میشن و ویتنام رو یک پارچه به دست میارن و یک حکومت سوسیالیستی ران میکنن که تا الان هم همچنان هست. حالا بعضی ممکنه بگن چرا گفتی ران میکنن، راه اندازی میکنن که همچنان هم ویتنام سوسیالیستیه و هست. What if I told you that I was a communist undercover? Welcome to the world of spycraft. حالا سریال در قسمت اول اتفاقاتش در اون دوره 4 ماهه آخر شکست امریکا داره روایت میشه که کمونیستا میان، ویتنام شمالی میاد و جنوبی رو میگیره. سعی کردم سادش بکنم. داستان کیه؟ داستان یک مردی است که به کاپیتان معروفه، توی دار و دسته ویتنام جنوبی هاست، با مأمور CIA که رابرت دانی جونیور بازی میکنه نقشش رو دوسته، با این هاست، داره کاربارا رو انجام میده، از مهمترین و خطیرترین اطلاعات هم مطلع، ولی در حقیقت جاسوس کمونیست هاست، جاسوس ویتنام شمالی هاست. قصه این آدم هاست. Đây là một nhiệm vụ tự sát. Cuộc đời là một nhiệm vụ tự sát. بنظرم رابرت دانی جونیور بعد از گرفتن اسکار، وقتی تو یک جایزه مهم سینمایی، اتفاق بزرگ سینمایی برات میفته، خیلی مهمه که پروژه بعدیت که رونمایی میشه چیه. شانس آورد که پروژه بعدیش کاریست که با پارک چان ووک داره انجام میده. گریم خاص، بازی خاص، ظاهرا بدای پردازی هم کرده توی نقش آفرینی این نقش، خیلی جذابه، خودش هم یکی از تهیه کننده هاست، به هر حال دستش بازه. اتفاق خوبی برای رابرت دانی جونیور، ما هم لذت میبریم ببینیم. در نقش کلاد، مأمور CIA. خودم وقتی تیزرش رو تریلرش رو دیده بودم، برام خیلی واقعا فضاش جذاب نبود، به این خاطر که خیلی خشکه، یه دوره تاریخی رو میخواد روایت کنه که چندان شاید الان مسئله من واقعا نیست دیدن اون دوره، ولی پارک چان ووک چنان این سوژه خشک رو نرمش کرده، خمیدش کرده، جذابش کرده که واقعا تماشای این اپیزود اول برام لذت بخش بود. یه چیز ممکن بود جلوی لذت رو بگیره، اونم که نفهمیم کجاییم، توی چه دوره تاریخی هستیم و چه اتفاقی داره میفته، که تلاش هم این بود توی این ویدیو این مسئله رو هم برای خودم هم برای شما ساده بکنم. امیدوارم این اتفاق افتاده باشه. We were all marching. We were on your side. Really? And which side was that? پارک چان ووک از اون کارگردان هست که میبینیش خودشو بروز میده، رد پاش معلومه توی نوع حرکت دوربین، تدوین، و بعد بگم دیدنش جذاب و دوست داشتنیه. از اون کارگردان هست که خودشو بروز میده و چه خوب که این کارو میکنه، بلده این کارو انجام داده. بیاین ما هم دیگه این سریالی که تازه یه اپیزود ازش اومد بیرون و فکر میکنم هفته یه اپیزود بیاد و کلن 7 قسمت رو دور هم دیگه هفته به هفته ببینیم و لذت ببریم، ولی حواسمون باشه که قرار نیست همه چیش بر اساس واقعا واقعیت باشه. هر چیزی که میبینیم رو نپذیریم، لذتشو ببریم و اگه وقت داشتیم خودمون هم تحقیق و مطالعه بکنیم تا اطلاعاتمون افزایش پیدا بکنه. خیلی مخلصم، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. در تماسیم.